سلام و وقت شما بخیر. با مجمع خبری ساعت 6 با من منیر صمدی از هزارآباد خوش آمدین. در نخست سرخط خبرها، فراخوان دو هفته دادخواهی هزاره‌ها، تعیین شدن عبدالحمید خراسانی به عنوان رئیس تشبثات وزارت صنعت و تجارت، طالبان به عالمان دین از اظهاراتی که راه را برای بحث‌های اختلافی و مناظره باز می‌کند خودداری کنید. بر نخواستن مقام طالبان هنگام پخش سرود ملی ایران، سراج‌الدین حقانی در نظام‌های رایج دنیا بر اساس رای حق داده می‌شود. و اوج اختلافات طالبان، ملا حسن آخوند برای جلوگیری از منازعات داخلی بر ریسمان خدا متوسل شد. فراخوان دو هفته دادخواهی هزاره‌ها 21 سپتامبر تا 6 اکتبر در سوگ تیرباران شدن شهروندان هزاره در دایکندی و به مناسبت های 25 سپتامبر روز سیاه هزاره ها، 30 سپتامبر سالگرد شهدای کاج و 1 اکتبر روز همبستگی هزاره ها از تمامی افراد، نهادها و احزاب دعوت شده است که در این دو هفته به همراهی با مردم هزاره در دادخواهی ها بپیوندند. مطالبات اصلی آنها توقف نسل کشی هزاره ها، عدم برسمیت شناختن و تحریم طالبان، پاسخگویی طالبان و گروه های تروریستی در دادگاه های بین المللی می باشد. فعالیت های آنها قرار ذیل است، برگزاری تظاهرات ها، شمع افروزی، برگزاری تئاتر های خیابانی و نمایشگاه ها، خیمه های تحسن و دیدار با نمایندگان مجلس و سران و مقامات کشورهای میزبان. منابع آگاه میگویند که عبدالحمید خراسانی از چهره‌های جنجالی طالبان به عنوان رئیس تشبثات وزارت صنعت و تجارت زیر اداره این گروه گماشته شده است. منابع به هزارآورد تایید میکنند که خراسانی روز پنجشنبه 29 سنبله به دستور رهبر طالبان به این سمت معرفی شده است. هرچند طالبان تاکنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند، اما چندی پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در گفتگو با یک رسانه ایرانی خراسانی را خانه بدوش خوانده بود. خراسانی در واکنش به سخنان مجاهد طالبان را به تعصب در برابر اقوام دیگر در کشور متهم کرده بود. از سوی هم طالبان این فرمانده پیشین خود را در تاریخ 8 سنبله به کمیسیون نظامیشان در کابل خواسته و سپس او را با افرادش برای 11 روز زندانی کرده بودند. دفتر نخست وزیر طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که عالمان دین از بحث‌ها و صحبت‌هایی که راه را برای بحث‌های اختلافی و مناظره‌ها هموار می‌کند جدا خودداری کنند و این اظهارات را سبب تشویش و نارامی‌های روانی مردم عام می‌شود و در نتیجه به علم و وقار و حیثیت علما لطمه می‌زند. در اعلامیه دفتر نخست وزیر طالبان که امروز جمعه 30 سنبله نشر شده است، آمده است که رژیم این گروه مکلف است که جامعه را از آن اعمال، اظهارات، حرکات و عادات حفاظت نماید که زمینه نزاع، تفرق، تفریق و بی‌ثباتی را در میان مردم هموار می‌سازد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان بر نخواستن مقام طالبان هنگام پخش سرود ملی ایران در نشستی در تهران را عدم احترام به اصول دیپلماتیک خوانده است. او شب گذشته پنجشنبه 29 سنبله در ایکس نوشته است: عدم احترام به اصول دیپلماتیک با بهانه ممنوعیت نواختن موسیقی از مبادی شریعت معنا و مصداقی ندارد. چه اگر این بود استمعارانیز شامل می گردید. عزیز الرحمن منصور معین تنظیم امور عرفان و اماکن دینی وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان که برای اشتراک در 38 همایش بین المللی وحدت اسلامی به تهران رفته است، هنگام پخش سرود ملی ایران از جایش بلند نشد. سراج‌الدین حقانی
وزیر داخله طالبان در نشستی در ولایت شرقی پکتیکا گفت که در نظام‌های رایج که بر اساس انتخابات شکل می‌گیرند، رای مردم معیار توزیع قدرت است. حقانی با اشاره به کشته شده های طالبان در چند دهه گذشته گفت که معیار رای این گروه هم قبرستان هاست. وزیر داخلی طالبان روز چهارشنبه در گرد همایی در رسوالی سید کرم پکتیکا گفت نظام های رایج که بر اساس انتخابات شکل می گیرن بر اساس رای خود حق می گیرن و حقشان هم هست. اگر حق بر اساس قربانی محاسبه شود، ما بسیار حقدار هستیم. رهبر شبکه حقانی و کشته های طالبان در جنگ چهار دهه اخیر افغانستان اشاره کرد و گفت که در توزیع قدرت و دادن حق معیار رای این گروه قبرستان ها هست. رئیس الوزرای طالبان از ملاها و عالمان دینی خواست تا با استفاده از منبرها به رفع اختلافات بپردازند و از ایجاد تفرقه میان مردم جلوگیری کنند. بسیار از علمای افغانستان از سیاست‌های مذهبی طالبان ناراضی هستند و آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند. ملا حسن به طور مستقیم به اختلافات داخلی طالبان اشاره نکرد، اما به صورت تلویحی خواستار اتحاد میان تمامی نیروها و رهبران مذهبی شد. او در اعلامیه‌ای که روز جمعه 30 سنبله منتشر شده، هشدار داد که هر کسی از این دستور سرپیچی کند، با واکنش شدید طالبان مواجه خواهد شد. رئیس الوزرای طالبان در این اعلامیه در 8 ماده به جلوگیری از بحث‌ها و مناظره‌های اختلاف برانگیز تاکید کرده است. در این اعلامیه از ملاها خواسته شده تا از بیان موضوعات و قضایای نادر خودداری کنند تا سبب فتنه نشود. ممنون از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار.